مرحوم آیت الله سید جمال الدین گلپایگانی اعلی الله مقام و شریف بر اثر تقوا ورع بندگی خدا به مقاماتی رسیده بود. فرزند صالحیشون چند سال پیش به رحمت خدا رفتن که یوسف آباد نماز میخوندن، چند مرتبه به حقیر فرموندن که فلانی خاطراتی از پدرم دارم، بیا این خاطرات رو برات بگم. موفق نمی شدم تا دو سه سال گذشت و یک روز توفیق نصیب شد، رفتم محضر بزرگوار رضوان الله علیه. خاطرات خیلی جالبی از مرحوم والدشون سید جمال الدین داشتن. فرمودن که یکیش اینه که براتون عرض میکنم. فرمودن که پدرم تقید داشتن که لحظه تحویل سال را در یکی از مشاهد مشرفه باشه، اون لحظه‌ای که انسان میخواد بگه یا محول الحول و الاحوال. خود میدونید مکان در تغییر حال انسان تأثیرگذار است. شما به حرم امام رضا علیه السلام که میری، روضت من ریاض الجنه، بین الجبلین روضت من ریاض الجنه، یک کوه روبروی مشهد کوه خلج، یک کوه پشت سر امام رضا کوه کلات نادر. اون موقع پیغمبر فرموده بین الجبلین، وسط این دو تا کوه، کوه خلج و کوه کلات، روضتون من ریاض الجنه، باقی است از باغهای بهشت. بذار شما مشهد که میرید سعی کنید تو حرم زیاد بشینید، زود فرار نکن. کجا میخوایی برید؟ حالا رفتی زیارت استفاده کن. آثار جمال فرمودن گوشه صحن حرم حسینی یه جایی پیدا کرده بودم به سختی نشسته، سخت ازدحام جمعیت منو فشار میده. یه مرتبه ایدم سید عرب خوشسیمایی جلو میستاده، سلام کرد، آثار جمال میخوای بری تو حرم؟ ما خیلی میخوام. نمیشه، این چه خبر؟ فرمودن پشت سرم میگه. پشت سرشون حرکت کردم، راه باز شد کاملا باز. رسیدیم در به حرم، اذن دخول خوندن، رسیدیم کنار ذریح مطهر. باورم نمیشد که من روز عرفه کنار ذریح امام حسین علیه السلام بتونم بایستم. شروع کرد زیارت خوندن تا به نام مبارک امام اثر و حنافی رسید. نگاهی به من کردن، فرمودن آسید جمال الدین امام زمانت میشناسی؟ عرض کردم بله. فرمودن به امام زمانت سلام بده. فرمودن سلام علیک یا صاحب الزمان. فرمودن و علیک السلام. بعد دست کردن تو جیبشون، یه سکه به من دادن، فهمیدن اینم دشت اول ساله و یه مرتبه ایدم ایشون نیست و ازدحام جمعیت چنان منو فشرد که عمامم از سرم افتاد رو دستم، محکم نگه داشتم عمامم، با این دستم هم سکه مرحمتی رو. سیل جمعیت و فشار و ازدحام من رو تو حرم انداختن بیرون. همینجور سید جمعیت منو میبرد توی گوشه خلوتی خداسه تو سن پیدا کردم و نفسی کشیدم و عمامم و سرم گذاشتم و دستم رو باز کردم، میدم رو سکه نوشته یا صاحب الزمان. فهمیدم حضرت رو دیدم. حضرت هشت اول سالی مرحمت فرمونم. آقازاده ایشون فهمدن پدرم خیلی به این سکه علاقه داشت. خب دست مبارک امام عصر هدیه آقا صاحب الزمان، یه چیزهای معنوی چیزی نیست که این راحتی گیر آدم بیاد. حالا پدرم اینقدر به این سکه علاقه داشت، یه کیسه مخصوص درست کرده بود برای این سکه. این سکه رو گذاشته بود توی این کیسه و گذاشته بود تو جیبش. هر هفته هم کربلا میرفت، صبح از کربلا را میفتاد، منزل به منزل میومد. نزدیک چهار فرسنگ که میشود، چهار فرسنگ تا چهار فرسنگ که حرم مطهر حسینی است، دیگه ایشون غسل میکرده و میومده کربلا. سفری میرفتن عده همراه ایشون، طلبه همراه قافله بیمار میشود، دل درد شدید، دوا میدن، نبات میدن، آنچه موجود بوده درمان میکنن، خوب نمیشه. پس جمال الدین میبینه ایشون برای قافله اسباب زحمت شده دیگه، نمیشه رهاش کنن برن. یه ظرف آب بر میداره، سکه مرحمتی حضرتو در میاره، میزنه تو آب، میده به این طلبه، میگه بخور. به مجردی که میخورد همون لحظه خوب میشود، برکت حضرت شفا میگیره.
اصرار میکنه با آسه جمال که این چیه؟ شون میفرماد تو به این کارا کار نداشته باش، مشکل رفع شد، مریض بودی الحمدلله خوب شدی. اصرار زیاده میکنه. آسه جمال الدین هم قصه را میگوید، اینم متاسفانه اهل معنا نبوده. نیست که هر کسی اهل معنا باشه چیزی بفهمه. گفته بود برو بابا آسه جمال الدین، این حرفا چیه؟ آم زمان کجا بوده که به تو سکه بده؟ فرمان منزل بعدی پدرم وضو گرفت طبق عادت معهود. وضو هم که میگرفت سکه رو در میورد میبوسید، به چشماش میذاشت، دوباره میذاشت تو جیبش. سر کیسه بسته گره خورده باز کرد، دید دیگه سکه نی و رفت. که اینجا نکته لطیفی داره، اگر چیزی بهتون دادن اولا بهتون بگم معنویت خیلی کم، هیاهو زیاد، حرف و صحبت و گزافه گویی و ادعا متاسفانه خیلی زیاد، حقیقت خیلی خیلی اندک و کم شد. حالا اگر لطفشون شامل شد، خواستن لب تو را تر کنند و چیزی تو جیبت بریزند، این نکته که بنده عرض میکنم، توجه کن از دستت نره، به کسی سخنی نگو، فاش نکن، برملا نکن. اونایی که جواهر دارن ساکتن، لب و فروش ها همیشه داد میزنن. چرا؟ چون متای بیارزش دارن. اون که را اسرار حقا موختن، مر کردن و دهانش دوختن.